سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو دیگه. آقا توی این ویدیو قراره بهتون یه ایده یوتیوب جذاب معرفی کنم که یا فقط نیاز به صداتون داره یا نیاز به تصویرتون، اگه یکیش هم باشه کافیه، ولی نیازی به ساخت 0 تا 100 ویدیوها نداریم و قراره ویدیوها رو کپی بکنیم، یه جورایی مثل ریاکت رفتن دیگه، که حالا دوتا روش داره، دوتا روشش هم توضیح میدم. ببینید، این کانالی که دارم بهتون نشون میدم ماه گذشته فقط 2 تا ویدیو منتشر کرده و این 80 میلیون تومن رو فقط با 2 تا ویدیو گرفته. ببینید، هیچ ویدیو شورتی هم منتشر نکرده، بازدید ویدیو شورتش 9300 تا بوده و بازدید ویدیو لانگش 1.4 میلیون. همونطور که میبینید تا الان 643 تا ویدیو منتشر کرده، چون کانال جدیدی نیست، کانال قدیمیه. کلا 196000 تا سابسکرایب گرفته و کل بازدیدش 151 میلیون بازدید بوده. یه چیزی بهتون بگم دوستان، این کانال مانیتایزه. خب این کانال مانیتایزه، ولی اگه شما بخواین دقیقا مثل همین کانال پیش برین، یوتیوب باهاتون مشکلی نداره. یوتیوب این کانال ها رو مانیتایز میکنه، ولی شرکت های داخلی چون کاسه داغتر از آشن همیشه، به این سبک کانالتون رو مانیتایز نمیکنن. پس به خاطر همینه که من توی این ایده اومدم این مورد رو اضافه کردم که آقا حتما باید صداتون یا تصویرتون توی ویدیو باشه، اگه نباشه شرکت های داخلی قبول نمیکنن. همون جریان میشه دیگه، شاه میبخشه نوکر نمیبخشه، داستانش اینه. خود یوتیوب مشکلی نداره، اینا مشکل دارن. خیلی خب، بریم سراغ معرفی ایده جدیدمون. ببینید، ایده ای که توی این ویدیو قرار معرفی کنیم، ایده باگ های بازی PS یا فیفا هستش. ببینید، به عنوان مثال من اینجا اومدم سرچ کردم فیفا 23 باگز. خب ببینید، یه سری ویدیو هستش. این ویدیو رو دقت بکنید، از 8 ماه پیش 200000 بازدید خورده. اگه بیایم پایین تر، از 7 ماه پیش 400000 بازدید. دوباره همون کانال، ببینید همش همین کانال ها، از 1 سال پیش 7.5 میلیون بازدید، از 7 ماه پیش 1.5 میلیون بازدید. ببینید اصلا کلن صفحه اول یوتیوب گرفته این کانال، یعنی هیچ رقیبی توی این حوزه نیستش. شما اگه بخواید مثلا بازی فیفا 24 رو شروع کنیم، باگ‌هاش رو بذارین، در اصل هیچ رقیبی نداریم و خیلی سریع میتونین توی این حوزه بیاین بالا. حالا داستانش چیه؟ ببینید، بازی PS یا فیفا 23 هر سال که نسخه جدیدی ازشون میاد، دارای باگ های اعصاب خورد کنن. به عنوان مثال بذارین من بیام روی یکی از ویدیوها. همونطور که توی تصویر دارین میبینین، خیلی از استریمرها، یوتیوبرها یا حتی تو مسابقات جهانی هم این باگ ها باعث اعصاب خوردی میشه. مثلا این صحنه رو دقت بکنید، این یکی از باگ هایی بود که اتفاق افتاده بود توی بازی یکی از استریمرها. خلاصه دارین میبینین دیگه داستان چیه. خب حالا ما این باگ ها، این ویدیو ها رو از کجا بیاریم؟ ببینید، کاری نداره، شما میتونید بیاین از همین کانال دانلود بکنین. ببینید، همه ویدیوهاشو بیاین دانلود بکنین، تیکه تیکه بکنین ویدیوهاشو و خودتون ویدیو جدید بسازین، دوباره بچسبونین به هم دیگه تیکای مختلفشو. ولی خب همونطور که گفتم، اینطوری مانیتایز نمیشه. شرایط مانیتایز شدن توی این ایده چیه؟ ببینید، شرایطش اینه که شما باید یا صداتون روی ویدیو باشه، ببینید روی ویدیو حرف انگار دارین خودتون بازی میکنین، یا اینکه تصویرتون روی ویدیو باشه. حالا تصویرتون چطوری باشه؟ یا میتونین ریاکت برین به این صحنه ها. ریاکت رفتن رو که دیگه همتون میدونین چطوریه، باید خلاصه حرکتی انجام بدین، یه خنده ای، گریه ای، خلاصه یه چیزی باشه. یا اینکه نه، بیاین وانمود کنین که شما دارین بازی رو انجام میدین. ببینید، مثل این شخص تصویر خودتون رو بذارین این گوشه، البته اینا خودشون دارن بازی میکنن ها، خلاصه تصویر خودتون رو بذارین این گوشه، ولی چون ما به عنوان شهروند کشور خودمون توش گیر افتادیم و یه عده کاسه داغتر از آش هستن و درآمدای ما رو نقد نمیکنن، مجبوریم که حتما یا صدامون رو بذاریم یا تصویرمون رو. حالا اگه صداتون رو میخواین بذارین، ببینید یه نکته رو بهتون بگم، شما اگه صداتون رو بخواین بذارین، نیازی نیستش مثلا فارسی حرف بزنین، گزارش بکنین، میتونین داد و بیداد کنین. مثلا بعد از اینکه صحنه گل نشد، هرچی، داد و بیداد کنین، 2-3 تا فوش انگلیسی یاد بگیریم بچسبونیم بغلش، خلاصه اونطوری هم میتونین مانیتایز بشین. فقط اینو واسه این میگم که شرکت های داخلی بهتون گیر ندن دیگه، بهش بگی آقا من صدام توی ویدیو هست یا تصویرم توی ویدیو هستش. خیلی خب، درآمدش رو بهتون نشون دادم. ببینید، آخرین ویدیویی که منتشر کرده رتبه 8 از 10 گرفته و
ولی خب 49,000 تا بازدید خورده و همچنین ببینید فلش بالا داشته. این علامت سبز فلش بالایی که اینجا دارین میبینین، با اینکه رتبش 8 از 10 بوده نسبت به 10 تا ویدیو قبلیش، ولی داره میگه که آقا این ویدیو بیشتر از حد معمول بازدید خورده. خیلی خب، یه لحظه بیایم وارد بخش ویدیوهاش بشیم. ببینید اینجا میتونیم بیاین هر ویدیویی هم که خواستین آمارش رو نگاه بکنید. مثلا ببینم کدوم ویدیو، مثلا اینی که 1,000,000 بازدید خورده، باز بکنم ویدیوشو ببینم چی شده که 1,000,000 بازدید خورده. ببینید اول که طبق معمول داشته بازدید میخورده، بعد از یه مدتی ببینید بعد از حدود 1 ماه وایرال شده و خب حدود 1,000,000 بازدید گرفته. خیلی خب دوستان، حالا من توی این سرچ هم زده بودم فیفا 23، شما میتونین بیاین سرچ کنین مثلا فیفا 24، ببینین توی حوزه فیفا 24 کی فعالیت میکنه. بازم همین کاناله، ببینید بازم همین کانال صفحه اول یوتیوب رو گرفته توی سرچ، یعنی رقیب زیادی ندارین. ببینید شما اگه بخواین توی این حوزه فعالیت بکنین، احتمال داره خیلی راحت بتونیم بیاین بالا. ببینید این موضوع من 100% نمیگم، ولی با توجه به اینکه هیچ رقیب دیگه ای نیستش، احتمالش زیاده که خیلی راحت تر بتونین بیاین بالا. فقط یه نکته رو بهتون بگم، ببینید این سبک ویدیوها توی حوزه ویدیو شورت بازدید زیادی نمیخوره، بیشتر تو حوزه ویدیو لانگ باید فعالیت بکنین اگه میخواین وارد این داستان بشین. فقط این وسط یه نکته رو بگم، ببینید من اومدم گفتم تصویر خودتون رو قرار بدین روش ریاکت برین. ریاکت رفتن شما دو تا حالت داره، ببینید یا میتونید مثل همین ویدیوهای سعی کن نخندی و اینا ریاکت برین، فقط به این صحنه هایی که اتفاق میفته بخندین که خب بازدیدش یه مقدار پایین تره، ولی اگه بیاین خودتون رو جای طرف بذارین، ببینید به عنوان مثال توی این ویدیو یه استریمر داره بازی میکنه، وقتی گل میخوره اعصابش خراب میشه، با مشت میزنه روی میز، کیبوردش رو پرت میکنه و این صحبت ها. توی بقیه ویدیو هم بیاین نگه دقت بکنید این اتفاقا میفته، مثلا طرف داره بازی میکنه، حالا یه باگی واسش پیش میاد، اعصابش خورد میشه، میزنه مثلا دسته بازیشو میشکنه، موسشو میشکنه، کیبوردشو میشکنه. ببینید همچین حرکت های انجام میدن. شما میتونین این بازی ها رو جل بکنید. یعنی چی؟ یعنی خودتون رو بذارین جای این اشخاص، بازی های این افراد رو وردارین کپی بکنین، یا همین صحنه هایی که اینجا اتفاق افتاده اینا رو وردارین خودتون استفاده کنین، بعد یه گوشه تصویر خودتون رو بذارین مثل همین شخص، مثل همین صحنه ای که دیدین، تصویر خودتون رو بذارین که مثلا اعصابتون خورد شده، با مش دارین میزنین روی میز، نمیدونم یه کیبورد مثلا 150-200 تومانی ارزون بخرین، هی کیبوردتون رو پرت کنین این ور اون ور، با مش بزنین روی کیبوردتون. شما که واقعا روی یه سیستم گرون قیمت رو نمیخواین خراب بکنین، روی اون نمیخواین مش بزنین، ولی خلاصه همچین حرکت هایی بکنین دیگه. ببینید الان این دخترم دقیقا داره همون کارو میکنه. خیلی خب دوستان، این نکته ای بود که حتما باید بهتون میگفتم. من وسط ویدیو میخواستم بگم یادم رفت، گفتم اینجا بهتون تذکر بدم. خیلی خب دوستان، ممنون که تا اینجا با ما بودین، دیگه صحبتی باقی نمونده. فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین.